همراه میشیم با مریض توکلی، روانشناس بالینی از مدریس خانم، از مادرید خانم توکلی. علاوه بر اینکه کاری بسیار عجیب کرد و توجیهش هم عجیب بود، اینکه از روی هیجان این کار رو انجام داده و حاضرم نشده تا این لحظه لااقل عذرخواهی درخور و شایسته‌ای بکنه، اونجا در اسپانیا مشخصا واکنش ها چه هست، چه میخوان؟ سلام، وقت بخیر. دو دسته واکنش عمده ما نسبت به این قضیه داشتیم در اسپانیا و خب توسط اغلب اعضای حزب چپ این رفتار خیلی محکوم شد و توسط اعضای حزب راست بیشتر تحت عنوان اینکه یک واکنش هیجانی بوده نسبت به این موفقیت عظیم که سالها براش برنامه‌ریزی شده بوده خطاب شده. نکته مهم اینه که چیزی که خیلی مهمه که این وسط بهش بپردازیم اینه که روابط در اسپانیا خب خیلی باز هست، این خیلی متداول هست که آقایون خانم ها رو میبوسن در موقع سلام و احوال پرسی، حتی اینکه دفعه اولی باشه که همدیگر رو میبینن. ولی از اون طرف حکومت هم طی قانون هایی که میدونیم، حکومت اسپانیا تحت عنوان یک حکومت خیلی طرفدار حقوق زنان شناخته میشه و حتی نو ایز نو یکی از برنامه‌های خیلی مهم دولت بوده در رابطه با اینکه هر وقتی که هر خانومی نسبت به هر قسمتی از رابطه جنسی خواست که استاپ بشه باید این اتفاق بیفته. در کنار این اتفاق خیلی خوبی که میفته اینه که میبینیم حکومت دولت اسپانیا با هیچ کس تو این زمینه شوخی نداره، حتی اگر این قضیه در مورد این باشه که این موفقیت رو بخوان در این سطح اهمیت، در این سطح مهم اهمیت و این همه بزرگ و تاریخی باشه برای حکومت و کشور اسپانیا، باز با این حال این برخورد میشه و از فرد میخوان که حتما عذرخواهی بکنه، چون فقط یس به قول معروف در اسپانیا. و نکته که هست اینه که استناد بیشتر افرادی که انتقاد کردن از این حرکت از اون یک جمله جنی در اون لایو بوده که میگفته که هی من اینو دوستش نداشتم، و بیشتر اون رو به عنوان مدرک و سند عنوان کردن که به همین علت پس این رفتار یک خشونت بوده، یک رفتار ناخواسته توسط خانم بوده و رئیس فدراسیون حتما باید عذرخواهی بکنه، هرچند که تا یه حدی هم عذرخواهی کردن. سپاسگزارم از توضیحاتتون. مدرسه توکلی، روانشناس بالینی از مادرید با ما.